سرخط خبرها. مجمع بهداشت جهانی به دنبال مقصر شیوع کرونا. چین میگوید مسئولانه عمل کرد. سازمان ملل از متحد نبودن کشورها شاکی است. حمله انتحاری طالبان به دفتر امنیت ملی در غزنی. دست کم 7 نفر کشته شدند و 40 نفر زخمی. یافته های کمیسیون اصل 90 مجلس ایران 2 سال بعد از سقوط هواپیمای مسیر تهران یاسوج. مقصر هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری بود. و حمله به نیروهای خط مقدم جنگ با کرونا. بعضی در مکزیک کادر درمان را مقصر می دانند. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. بسیاری از کشورهای اروپایی امروز تلاش کردند آرام آرام به روال عادی زندگی برگردند. از ایتالیا گرفته که اولین قرنطینه سراسری را در جهان اجرا کرد تا بلژیک که بیشترین آمار سرانه قربانیان ویروس کرونا را دارد. با وجود این خیلی از کشورهای جهان متحمل ضربات سختی به اقتصادشان شدند. مثلا ژاپن که بدترین رکود را بعد از جنگ جهانی دوم تجربه می‌کند. علاوه بر اینها اجلاس مجمع سازمان بهداشت جهانی هم امروز با حضور اکثر کشورها برگزار شده و درباره مسئله جنجالی منشأ شیوع کرونا و نحوه مقابله با آن بحث می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هیچ چیز به اندازه خوردن صبحانه در یک کافه میلان نمی‌چسبد. بازگشایی کافه ها و رستوران ها در ایتالیا مهم است، چون اولین کشور در دنیا بود که قرنطینه سراسری را اجرا کرد. گارسون ها هم اندازه مشتری ها خوشحالند. من 2 ماه و نیم بیکار بودم. امروز خیلی ذوق دارم. در نقاط دیگر اروپا هم رفع محدودیت ها مایه خوشحالی است. از یونان گرفته که دروازه های تاریخیش را بروی علاقمندان باز کرده تا پرتغال و بلژیک. و البته بریتانیا که امروز خیابان‌های پایتختش شاهد بازگشت ترافیکی سنگین بود. البته شهردار لندن گفته دیگر اجازه نخواهد داد این شهر به روزهای بازگردد که ترافیک و آلودگی هوا همه را کلافه و بیمار کرده بود و طرح گسترده‌ای را برای بازداشتن مردم از سوار شدن در خودروهایشان آغاز کرده. در مانیل خبری از چنین طرح‌هایی نیست. فیلیپینی ها فقط خوشحالند که بعد از یک دوره طولانی به سر کار باز میگردند. من 2 ماه هیچ پولی در نیاوردم. همه پسندازم رو خرج کردم. برای همین خیلی خوشحالم که برمیگردم سر کار. اما در خیلی از کشورهای دیگر ویروس کرونا همچنان یک تازی میکند. هرچند رؤسایشان مثل ژایر بولسونارو در برزیل هنوز مردم را تشویق میکند که خطر کرونا را نادیده بگیرند و قرنطینه را زیر پا بگذارند. تعجبی ندارد که حالا برزیل 4مین کشور آلوده به ویروس کرونا در جهان است. شهردار ساو پائولو، پرجمعیت‌ترین شهر برزیل گفته 90% ظرفیت بیمارستان‌های این شهر پر شده. بیمارستان‌های جهان این روزها حکایتگر داستان‌های تلخ دست کم 315 هزار نفری است که قربانی ویروس کرونا شدند و دست کم 4.5 میلیون نفر که در بستر بیماری افتادند. وضعیتی که جهان را نسبت به دیگر خطرات و چالش‌ها آسیب پذیرتر کرده. مثل خطر گرسنگی که سازمان ملل میگوید بیش از هر جا بر یمن سایه افکنده. اینجا در صنعا سوپرمارکت‌ها مملو از مواد غذایی است برای کسی که قدرت خریدش را داشته باشد. ولی مقامات سازمان ملل میگویند قرنطینه در دیگر نقاط دنیا میتواند کار رساندن کمک‌های غذایی به 20 میلیون گرسنه در یمن را دشوارتر کند. تفاوت کوچه پس کوچه های صنعا و خیابان های امروز میلان نشان می دهد بحران کرونا نابرابری های جهان را پررنگ تر کرده است. سیاوش اردلان، بی بی سی. رئیس جمهوری چین در نشست مجمع بهداشت جهانی از عملکرد کشورش در جریان شیوع کرونا دفاع کرد و گفت که با تحقیقات درباره گسترش این ویروس موافق است، اما بعد از پایان‌گیری همه‌گیری آن. رئیس سازمان بهداشت جهانی هم قول داد که درباره عملکرد این نهاد تحقیقات مستقلی صورت بگیرد. در این میان دبیر کل سازمان ملل از کشورها انتقاد کرد که در برابر کرونا متحد نبودند. این نشست 2 روزه به یکی از مهمترین نشست‌های این سازمان بین‌المللی در طول تاریخ فعالیتش تبدیل شده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 73 سال است که وزرای بهداشت کشورهای جهان اینجا در کاخ ملل متحد در ژنو جمع می‌شوند
و نشست مجمع جهانی بهداشت را برگزار می‌کنند. امسال اما این نشست یک نشست استثنایی است. هم شکل برگزاری نشست شبیه به گذشته نیست، هم میزان توجهی که به آن شده بی سابقه است. همه‌گیری ویروس کرونا موجب شده تا نشست 73 به یکی از تاریخی ترین نشست‌ها تبدیل شود. سران سازمان بهداشت جهانی در ژنو هستند و وزرای بهداشت 194 کشور به شکل مجازی از 4 گوشه جهان در آن شرکت می‌کنند. و این تصویری است که از سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که ظاهراً خط اینترنت مناسبی هم برای شرکت در این نشست در اختیار ندارد منتشر شده. او از میزان همبستگی و اتحاد میان کشورهای جهان برای مقابله با کرونا انتقاد کرد و خیلی زود میدان را به کسی سپرد که کشورش این روزها همدوش سازمان بهداشت جهانی با انتقادهای بین‌المللی روبروست. شی جین پینگ، رهبر چین که از دفتری در پکن با لحنی قاطع از عملکرد کشورش در مهار کرونا دفاع کرد و گفت که پیشنهادهای روشن برای سازمان بهداشت جهانی دارد. پیشنهادهای ششگانه شامل اولویت دادن به مبارزه با کرونا، کمک به آفریقا و افزایش نفوذ و قدرت حکمرانی جهانی و سازمانهای بین المللی. او همچنین گفت که پکن مشکلی با تحقیقات همه جانبه بین المللی درباره آنچه گذشت ندارد، اما این تحقیقات باید بعد از پایان همه گیری انجام گیرد، شرطی که شاید با توافق جهانی روبرو نشود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که کشورش در حال حاضر از حامیان مهم قطعنامه پیشنهادی برای تحقیقات مستقل بین المللی است، در سخنرانیش به این موضوع اشاره نکرد. هنوز روشن نیست که این قطعنامه که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده رأی می آورد یا نه. او در عوض گفت سلامت چیزی نیست که بتوان بر سرش مشاجره کرد و اگر کسی به واکسن دست یافت، این واکسن باید در دسترس همه قرار بگیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما سخنرانیش را به دفاعی همه جانبه از سازمان بهداشت جهانی اختصاص داد و گفت این سازمان یک نهاد مشروع جهانی است که همگان باید برای تقویت و افزایش کارآمدیش تلاش کنند. کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیو با ماست. کیوان، دعوای اصلی سر چیه؟ یه بحران سیاسی بزرگی شکل گرفته برای کشور چین در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و رقبای جهانی و منطقه‌ایش به در واقع انتقادهای گسترده‌ای رو ازش مطرح کردن. در سطح جهانی ایالات متحده آمریکا سردمدار این انتقادهاست و دونالد ترامپ، و در سطح منطقه‌ای هم کشور استرالیا که اتفاقا با چین مشکلاتی بر سر تجارت جهانی هم داره انتقادها رو مطرح کرده، و کار به اینجا رسید که در نهایت دونالد ترامپ کمک‌های آمریکا رو از سازمان بهداشت جهانی قطع کرد. حدود یک هفته پیش استرالیا اعلام کرد که از یک طرحی برای تحقیقات مستقل بین المللی درباره منشأ شیوع ویروس کرونا حمایت میکنه و اون رو ارائه خواهد کرد به مجمع جهانی بهداشت، که چین اعلام کرد به هر ترتیب با اون مخالفت خواهد کرد و به هیچ وجه اجازه نمیده که این بیانیه یا قطعنامه اصولا رأی بیاره در مجمع جهانی بهداشت. در 24 ساعت باقی مونده به نشست امروز یک ابتکار عملی از طرف اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و متن تازه‌ای رو روی میز گذاشتن که درش نه اسم چین هست و نه اسم ووهان و صحبت از تحقیقات بین المللی هست. حالا همه نگاه ها به نشست مجمع جهانی بهداشت هست تا ببینن سرنوشت این قطعنامه چه خواهد شد و بحران تا چه اندازه به ضرر چین یا به نفع چین تموم خواهد شد. و اضافه هم بکنم که یک حاشیه دیگه هم داره اتفاق میفته در همین ساعاتی که ما الان نشستیم در استودیو، و اون هم تلاشی هستش که آمریکا و متحدانش دارن میکنن برای یک رأی گیری برای دعوت از تایوان به عنوان عضو ناظر به این نشستی که یک نشست 2 روزه است و سر 2 روز هم تموم خواهد شد. استدلالشون هم این هستش که تایوان سیستم بهداشتی بسیار پیشرفته ای داره و در مهار کرونا هم بسیار موفق عمل کرده و باید در این نشست به عنوان عضو ناظر شرکت بکنه، موضوعی که چین به شدت باهاش مخالفت میکنه به خاطر اینکه تایوان رو بخشی از خاک خودش میدونه و به عنوان یک کشور مستقل اصلا به رسمیت نمیشناسه. متشکرم کیوان حسینی. مقام های ولایت غزه در افغانستان گفتند که در یک حمله انتحاری طالبان 7 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. سخنگوی والی غزه میگوید که هدف حمله یک واحد اداره امنیت ملی بوده. در همین حال امروز مقام های امنیتی افغانستان از آغاز عملیات تهاجمی علیه طالبان خبر دادند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. حمله تازه طالبان در واکنش به اعلام عملیات تهاجمی از سوی دولت. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیک مرکز ثقافت اسلامی. قدرت انفجار تا 100 متر دورتر هم خساره بر جا گذاشته. جانی و مالی.
دمو چند نفر زخمی هشت نفری وضعیت وخیم است در مرکز کابل انتقال شده و دیگه این اینجا زیر تداعی است. کار در اینجا خلاصه نمی شود. دیروز پنج نفر از جمله سه نظامی در ولسوالی جغتوی همین ولایت تیرباران شدند و جسدشان به آتش کشیده شد. دولت میگوید کار طالبان است. طالبان هنوز چیزی نگفته. اینجا در کابل امروز مقامهای ارشد امنیتی میگویند گلوله طالبان را با گلوله پاسخ میدهند. هدف ما جنگ نیست. ما صرف جنگ میکنیم به خاطر رسیدن به صلح و این منطق طالب است که بر اساس اشاره بیگانگا بیرون از مرزهای افغانستان اینا ششتن و در مقابل مسلمان ها در مقابل فرزندای از این وطن یک عده از فرزندای دیگه از این وطن را تشویق میکنند. امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان از امضای توافقنامه با آمریکا به این سو 700 حمله انجام داده. 400 غیر نظامی هم از آن زمان تا کنون کشته و 900 نفر زخمی شده اند. چیزی که طالبان هنوز تایید یا رد نکرده. انفجار امروز غزنی دومین حمله پس از موضع تعرضی دولت در هفته جاری بود. قدرت نمایی طالبان یک روز پس از توافق سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله. توافقی که گفته می شود مهمترین هدف آن صلح با طالبان است. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت داخلی افغانستان از کابل با ماست. آقای یارمند، این موج جدید خشونت‌ها چه پیامی درباره گفتگوهای صلح به ما میده؟ با درود، که طالب‌ها از لحاظ شاکله شخصیتی طور تنظیم نشدن که اینها باید دیدگاه سیاسی کلان وارد عرصه مذاکره شوند. اینا چند علت است که اینا به طرف صلح نمی روند و به صلح اعتقاد ندارند. اول او کسایی که در قطر هستند، اینا افرادی هستند که خب رفتند در اوجا توافقنامه و تفاهمنامه امضا کردند و گروه دیگری که اینا در کابل هستند، این تو درک میشه که یک نوع تفرق در روش از یا وجود داره و اینهایی که در اینجا هستن یا از واقع اطاعت نمی کنن و یا ای است که ای یک ترفند است که تحت نام صلح این خواهند نام آشتی جنگ دیگر، اینا از این موقع استفاده می کنن و از رعوفت نیروهای امنیتی ما استفاده می کنن. اعتقاد من این است که طالبا یک شبکه واحد نیست. اینا شبکه‌ای هستن که توسط پاکستان مدیریت میشن. اینا بهتر بود که قبل از اینکه مذاکرات صلح شروع شود فامیلی از یا پولی از یا سرمایه از یا از پاکستان به قطر منتقل میشد تا یا مستقلانه میگرفتن. آقای یارمند، فکر می‌کنید تغییر سیاست دولت به سمت سیاست تهاجمی و انجام عملیات تهاجمی چه تأثیری بر واکنش‌های آینده طالبان ممکنه داشته باشه؟ خب طبعا اگر دولت بخواهد یک اقدام سامانمندی را روی دست بگیره، نیروهای طالبا با این که در هر قریه شورای امنیتی قریه ساخته شود، یک قیام مرمی جمع حرکت نیروهای امنیتی افغانستان، طالبا ضعیف هستند، نمیتونند در برابر همین قسم یک روش استادگی بکنن. حالا طالب ها هم از کشتن، هم از بربستن، هم از فقر، هم از مواردی که از لحاظ دینی مؤثر است، اینا استفاده میکنن. مردم با استفاده از بیسوادیشان فریب میتن. اگر اینطور یک روش روی دست گرفته شود، با خیزش های مردمی جمع نیروهای امنیتی، طالب ها تا به مقاومت ندارن. اما متاسفانه جنگ تشدید میشود و یگانه راه هم امی است. من فکر نمی کنم که مذاکرات صلح راه به جای بکشه، به خاطر اینکه چندین گروه هستند. ما شما به خاطر داریم دوران مجاهدین
اگر قبلی سال هم میکرد سکوفشان میجنگید، اگر سکوف جنگ میکرد رهبری میجنگید. حالا اینا هم عین شکل به اون شبکه که نو گذشته چی بود در افغانستان جنگ دوام میدادن به شکل پراگنده که از هم دیگر اطاعت نداشتن. طالبان چاری همین قسم هستند و یکی است که جنگ دیگه هیچی نمیفهمند. اینا به حقوق بشر باور ندارن، اینا به قبرستان و به دین و به مذهب و به جنازه و ایگه ها هیچی ندارن. به شاخانه میروان برای اطول و زنها، اینا هیچی نمیخوان حکومت بکنن، نمیخوان سیاست بکنن. متشکرم میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت داخلی افغانستان. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در نشست مجازی کشورها در مجمع جهانی بهداشت درباره شیوع کرونا، چین از عملکردش دفاع کرد. دبیر کل سازمان ملل هم از متحد نبودن کشورها در برابر کرونا انتقاد کرده. حمله طالبان به ساختمان اداره امنیت ملی در ولایت غزنی افغانستان دست کم 7 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. در ادامه این برنامه، کادر درمان همه جای جهان در حکم قهرمان، اما در مکزیک متهم به انتشار ویروس کرونا. تنش در روابط ایران و آمریکا با قوت گرفتن احتمال توقیف نفتکش‌های ایرانی از سوی آمریکا دوباره تشدید شده. بنابر گزارش‌ها ایران 5 کشتی حامل سوخت را با وجود تحریم‌های آمریکا راهی ونزوئلا کرده و آمریکا علیه آن هشدار داده. این کشتی‌ها قرار است در روزهای آینده به ونزوئلا برسند که با کمبود بنزین و گازوئیل روبروست. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. شرکت هایی که از طریق ماهواره ها رفت آمد کشتی ها را در آب های جهان دنبال می کنند می گویند 5 نفتکش ایرانی راهی ونزوئلا است. 4 کشتی ظاهرا الان دریای مدیترانه را پشت سر گذاشتند و در اقیانوس اطلس هستند. یکی دیگر هنوز در دریای مدیترانه است و به طرف جبل طارق پیش می رود. این نفتکش ها که حامل سوخت برای ونزوئلا هستند قرار است تا حدود 10 روز دیگر به ونزوئلا برسند، اگر کشتی های جنگی آمریکا که راهی منطقه شدن بگذارند. روسیه لازم رو به آمریکایی‌ها هم از طریق سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافعشون و هم از طریق نمایندگی مونت سازمان ملل متحد و نامه هشدارآمیز و محکمی که جناب آقای دکتر ظریف به آقای دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتن دادیم و عواقب هر گونه اقدام نابخردانه رو بر عهده دولت آمریکا گذاشتیم که امیدوار هستیم که دست به هیچ حماقتی در این زمینه نزنند. و این بیانیه وزارت خارجه ایران که علیه هر گونه دخالت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا هشدار داده است. بیانیه‌ای که اشاره به نامه وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل هم دارد که در آن گفته شده مسئولیت پیامدهای هر گونه دخالت آمریکا به عهده آمریکا خواهد بود. همین 11 ماه پیش بود که ایران و آمریکا باز هم در ارتباط با نفت رسانی ایران، این بار به سوریه، در مقابل هم قرار گرفتند. بعد از آزادی کشتی که ماها در آبهای جبل طارق در توقیف نیروهای بریتانیایی بود، به ظن شکستن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه، این بار کشتی‌های ایرانی با پرچم ایران و علناً راهی ونزوئلا هستند و ایران میگوید در قانون بین الملل هیچ قدرتی نمیتواند از تجارت بین دو کشور جلوگیری کند. آمریکا 5 کشتی جنگی به منطقه دریای کارائیب فرستاده، احتمالاً برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا. یک منبع کاخ سفید گفته است آمریکا سرگرم بررسی چگونگی واکنش این کشور است. کسرانجی، بی بی سی. در سراسر دنیا کارمندان بخش بهداشت و سلامت در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفتند. در اکثر کشورها آنها قهرمانان ملی هستند، اما در مکزیک ده‌ها پزشک، پرستار و کارمند بیمارستان مورد حمله کسانی قرار گرفتند که فکر می‌کنند آنها در پخش شدن ویروس نقش دارند. مارکوس گونزالس این گزارش را از شهر گوادالاجرا که در مکزیک قرار دارد فرستاده. ماه پیش وقتی دکتر آلوندو تورس، متخصص گوش و حلق و بینی، داشت با سگ‌هاش راه می‌رفت، کسی از پشت سر مایعی روی او ریخت. ریخت توی چشم، روی گردنم و روی شونم. چشمم دیگه نمی‌دید. چشمام می‌سوخت. به او وایتکس ریخته بودند.
چشم و پوستش به شدت متورم شد. نمیتوانست بفهمد چرا به او حمله کردند. تازه اون موقع فهمیدم هنوز روپوش بیمارستان تنمه. اونجا بود که حس خشم و ناراحتیم 10 برابر شد. خوشبختانه این بار وایتکس رقیق شده بود. اگه دفعه دیگه اسید باشه چی؟ از زمان آغاز همه‌گیری دست کم به 47 کارمند بهداشت و درمان حمله شده. در اینجا خیلی ها میترسند که این کارمندان باعث گسترش این ویروس به بیرون بیمارستان ها شوند. ملودی رودریگز پرستار بخش ویژه است و مبتلایان به کرونا را درمان می کند. یک شب وقتی به خانه برمیگشت، مردان روستا او را متوقف کردند. او را ترساندند و از او خواستند روستا را ترک کند. به هم میگن بهتر وارد روستا نشم اصلا، چون میگن من از مرکز عفونت دارم میام. در نهایت ملودی وسایلش را برداشت و روستا را ترک کرد. اونطوری که خونم را ترک کردم بهم حس خیلی بدی داد، برای اینکه اونا بهم این حس رو دادن که انگار من طاعون دارم. آلوندو و ملودی تنها 2 مورد از 10 حملاتی است که در مکزیک به کادر درمان شده. به همین خاطر دولت از گارد ملی خواسته به بیمارستان‌ها بروند و از کادر درمان که با کرونا می‌جنگند محافظت کنند. رئیس جمهوری مکزیک از مردم خواسته دست از باورهای غلط درباره کادر درمان بردارند. نفرت انگیزه و باید متوقف بشه. اینها زن و مرد قهرمان هستند. مسئولان حالا مجبور شدند برای کادر درمان در بعضی از مناطق هتل و سرویس رفت و آمد فراهم کنند، ولی حملات مشابه همچنان ادامه دارد. دانیل پزشک یا پرستار نیست. او خدمتکار بیمارستان است. کسانی که به او حمله کردند بارها به او گفتند که کثیف است. این جای خونیه که هنوز روی شلوار و روپوشم مونده. یه دفعه بهم حمله کردن و چند دقیقه منو می‌زدن. حس می‌کردم زمان کش میاد و زدنشون تموم نمیشه. پلیس میگوید او به دلیل پوشیدن روپوش بیمارستان مورد حمله قرار گرفته. با وجود حمله، دکتر آلوندو 2 باره به محل کارش برگشته. او برای مردم کشورش پیام دارد. توی کشورهای دیگه براشون دست میزنن، براشون غذای مجانی میارن. ما اینجا نمیخوایم از این کارا برامون بکنن. فقط میخوایم به همون احترام بذارن و اجازه بدن کارمون رو بکنیم. حالا که تعداد بیماران کووید 19 در مکزیک به اوج رسیده، حفظ امنیت کسانی که در خط مقدم این جنگ هستند اهمیت بیشتری یافته. مارکوس گونسالس، BBC نیوز، مکزیکو. افغانستان میگوید ایران مستندات ارائه شده توسط کمیساریای مرزی افغانستان درباره اتهام به رودخانه انداختن پناهجویان افغان را قبول نکرده. وزارت خارجه افغانستان همچنین گفته که تحقیق درباره این موضوع بر اساس مفاد موافقتنامه دو کشور به مراجع دیپلماتیک سپرده شده. پیشتر هیئت تحقیق افغانستان گفته بود مرزبانان ایرانی 46 مسافر افغان را وادار کردند به داخل هریرود بپرند و در نتیجه آن دست کم 12 نفر کشته و 17 نفر ناپدید شدند. ایران اتهام را رد کرده. ایران میگوید یونان خبر حمله انتقام جویانه گروهی از افغانها به ایرانیها در یک اردوگاه پناهجویان را تایید نکرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که برای منظور از مقامات و پلیس یونان استعلام شد. در روزهای گذشته بعضی از پناهجویان ایرانی در یونان با انتشار کلیپ هایی گفته بودند که بعد از پخش گزارش هایی مبنی بر غرق کردن مهاجران افغان در مرز ایران، عده‌ای از افغانها در کمپ موریا واقع در جزیره موریس یونان به آنها حمله کردند. کمیسیون اصل 90 مجلس ایران میگوید علت سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران یاسوج در حدود 2 سال پیش زنجیره‌ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها بوده و سهم خدمه پرواز در این سانحه ناچیز است. در گزارش این کمیسیون تحقیق آمده که هواپیما دچار یخ‌زدگی شده بود و نباید به آن اجازه پرواز می‌دادند. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش مقدماتی‌اش گفته بود که علت اصلی این حادثه خطای خلبان بوده. بر اثر برخورد هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان با کوه دنا 66 سرنشینش کشته شدند. فن کردن فرش قرمز برای ستاره‌های سینما بعد از همه‌گیری ویروس کرونا کار بسیار دشواری است. اما فعالان این صنعت از تهیه‌کننده‌ها گرفته تا ستاره‌ها و حتی علاقه‌مندان سینما برای اینکه بتونن دوباره فیلم ببینن نوآوری‌هایی کردند. گزارش اولیویا کلین رو با هم ببینیم. هالیوود
به خاطر بیماری کووید 19 تا اطلاع ثانوی تعطیل است. اما این صنعت از همین حالا برای بازگشت آماده شده. دفعه بعدی که فرش قرمز برای ستاره‌های سینما پهن شود، ظاهری متفاوت خواهد داشت. طرفدارانی که برای گرفتن امضا از سر کوله هم بالا میرن و خبرنگارها و عکاس‌هایی که شانه به شانه ستاره‌ها هستند. از اینها دیگه خبری نیست. اولین اکران فیلم‌ها احتمالاً چیز شبیه این خواهد بود. خبرنگارها در اتاق‌های شیشه‌ای‌اند و مصاحبه‌ها اینترنتی صورت می‌گیرد. فاصله گذاری اجتماعی هم بخشی از زندگی عادی ستاره هاست. یک شرکت در لس آنجلس مشغول تهیه سناریویی برای بازگشت هالیوود است. تمام کسایی که میخوان وارد منطقه فرش قرمز بشن دمای بدنشون چک میشه. راهروی جدایی باز میشه که ستاره ها و مهمان های ویژه شون از اونجا رد میشن. دیگه از اون جمعیت و صدها نفری که دور فرش قرمز وای میستادن خبری نیست. تنها هالیوود نیست که به دنبال روشن کردن موتور محرک این صنعته. یک فستیوال فیلم در بورده فرانسه شروع شده که اجازه میده مردم از داخل ماشین هاشون با حفظ فاصله فیلم ببینن. فکر ما این بود که یه جورایی سینما رو دوباره زنده کنیم و اینکه تماشای یه فیلم با بقیه از تنها دیدنش توی خونه بهتره. به خصوص توی این دوره کرونا که هیچ فعالیت فرهنگی نیست، فکر کردیم این کار یه لذتی به مردم میده. این ایده از همین حالا هم گرفته. فرصت خوبیه که دوباره بریم بیرون و هوا بخوریم. اولین باره که این کار رو توی بوردو میکنم. فکر کردم ماشین قدیمی من بیارم که بریم قشنگ تو حس. پف فیل و آبجو هم تو صندوق عقب. اولین باره که میایم بیرون تو این هفته. اولین فعالیت تفریحی هم هست. خیلی خوبه. حالا که برای فیلم دیدن بیشتر به سراغ شبکه‌های استریم فیلم مثل نتفلیکس می‌ریم، صنعت فیلم امیدوار فرهنگ سینما رفتن کاملاً از بین نره. حتی اگر روش تولید و پخش فیلم‌ها در آینده عوض بشه. اولیویا کرلن، بی بی سی نیوز. نمونه بخش خبری، ممنون از همراهیتون.